سرخط خبرها. ارائه گزارش از کارکردها و فعالیت‌های شورای عالی صلح در یک نشست خبری از سوی استاد خلیلی. شورای عالی صلح و ظرفیت رسیده که این توانمندی را داره که این مسئولیت در برابر ملت افغانستان، رهبری افغانستان و مردم افغانستان به صورت احسن پیش ببرد. ناکام شدن طرح ثبت نام رای دهندگان به شکل برقی. در اکثر شهرهای افغانستان مردم صاحب تذکره هستند، بنابراین مشکل نیست. و خواست رئیس ولوسی جرگه از مخالفان مسلح برای پیوستن به پروسه صلح. لطفاً از اعمال ضد اسلامی و غیر اسلامیشان دست بکشند و با قرار گرفتن در کنار برادران مسلمان هموطنشان زندگی صلح‌آمیز و باهمی را آغاز نمایند. به نام خدا و با عرض سلام به سرویس خبری این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز چهارشنبه 15 ماه قوس سال 1396 خورشیدی است که برابر است با 6 دسامبر سال 2017 میلادی. مهدی صفدری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در یک نشست خبری از کارکردها و فعالیت‌های این شورا بر رسانه‌ها و مردم گزارش داد. رئیس شورای عالی صلح در این نشست گفت که این شورا با تلاش‌های 5 ماهه‌اش حالا از ظرفیت و توانایی بالایی در پیشبرد روند صلح برخوردار شده و می تواند این مسئولیت را به خوبی انجام دهد. استاد خلیلی همچنان با اشاره به سفر هیئت عالی رتبه این شورا به اندونزیا گفت کشور اندونزیا از صلح افغانستان اعلام حمایت قوی و همه جانبه نموده و رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آن کشور گفتند که آماده هر نوع همکاری با افغانستان برای به موفقیت رسیدن پروسه صلح در کشور می باشند. در همین حال رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت که شورای عالی صلح برای مذاکره با طالبان هیچ پیش شرطی ندارد و دولت افغانستان آماده است محلی را در کابل در اختیار این گروه قرار دهد تا از آن به حیث دفتر استفاده نمایند. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در یک نشست مطبوعاتی از کارکردها و فعالیت‌های این شورا بر رسانه‌ها و مردم افغانستان گزارش داد. این نشست خبری به هدف ارائه گزارش از 5 ماه فعالیت شورای عالی صلح و بیان دستاوردهای سفر هیئت این شورا به جمهوری اندونزیا برگزار شده بود. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از حضور رسانه‌ها در این کنفرانس سپاسگزاری نموده و تصریح کرد که در تمام مراحل گزارش فعالیت‌ها، دستاوردها، فرصت‌ها و چالش‌های پروسه صلح را با رسانه‌ها و مردم افغانستان در میان خواهد گذاشت. بر اساس این دیدگاه رئیس شورای عالی صلح چگونگی فعالیت شورای تحت رهبریش را از 5 ماه پیش که زمان آغاز به کار استاد محمد کریم خلیلی به حیث رئیس این شورا است تا به حال بر رسانه ها توضیح داد. 5 ماه پیش استاد محمد کریم خلیلی مسئولیت ریاست شورای عالی صلح را به عهده گرفته بود و به گفته وی در این مدت این شورا به دستاوردهای مهمی نائل گشته است. رئیس شورای عالی صلح اظهار داشت که این شورا در گذشته آنطوری که لازم بود فعالیت نداشت، از این جهت در 5 ماه اخیر روی کارهای داخلی این شورا و ظرفیت سازی بیشتر تمرکز شده است.
با این حال به گفته استاد خلیلی اکنون شورای عالی صلح از ظرفیت و توان بالایی در پیشبرد روند صلح برخوردار شده و می تواند این مسئولیت را به خوبی انجام دهد. در 5 ماه گذشته 5 بار جلسه مجمع عمومی شورای عالی صلح و 10 بار جلسه هیئت اجرائیه این شورا برگزار شده است. همچنین تدوین و تصویب استراتژی جدید برای پروسه صلح از دیگر دستاوردهای 5 ماه اخیر این شورا گفته می شود. به گفته رئیس شورای عالی صلح، این استراتژی چشمانداز و دورنمای روشنی را برای روند صلح ترسیم کرده که در پرتو آن برنامه‌های صلح به صورت منظم و حساب شده پیش برده خواهد شد. رئیس شورای عالی صلح گفت در 5 ماه گذشته تمام کمیته‌های صلح ولایتی در 34 ولایت افغانستان مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و استراتژی جدید و برنامه‌های روند صلح به آنان معرفی شده و نیز تغییراتی در برخی از اعضا و مسئولان این کمیته‌ها اعمال گردیده است. به گفته رئیس شورای عالی صلح، هم‌اکنون روابط ارگانیک میان مرکز و کمیته‌های ولایتی به وجود آمده و کار این کمیته‌ها در طول 3 ماه به صورت آزمایشی زیر بررسی قرار دارد و بعد از 3 ماه با توجه به نتایج به دست آمده در مورد چگونگی فعالیت این کمیته‌ها و نیز در مورد کسانی که در این کمیته‌ها معرفی شدند تصمیم گرفته خواهد شد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح با اشاره به نتایج کاری که بالای خود این شورا صورت گرفته گفت پس از 5 ماه کار روی ساختارسازی و ظرفیت پروری اکنون شورای عالی صلح به یک شورای فعال، متحرک، مبتکر و هماهنگ مبدل شده است. رئیس شورای عالی صلح از ضرورت اجماع سیاسی در حمایت از روند صلح سخن گفته و اظهار داشت تا زمانی که تمام نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی افغانستان از یک موضع واحد، همسو و مشترک وارد پروسه صلح نشوند، برقراری صلح ممکن نیست. از این جهت شورای عالی صلح تا به حال با شماری از جریان‌ها، محورها و شخصیت‌های سیاسی از آن جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، شورای حراست و ثبات، شورای احزاب جهادی و ملی، حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار، جمعیت اسلامی افغانستان، مسئولان نهادهایی که صلح را در افغانستان دنبال می‌کنند، مسئولان رسانه‌های افغانستان، سران برخی از سازمان‌ها و احزاب سیاسی و برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان دیدار داشته و این برنامه ادامه خواهد داشت. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح یادآور شد که تمام این شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی از پروسه صلح اعلام حمایت نمودند. ما ضرورت داریم همه مردم خود شریک در پروسه کنیم. دیدگاه همه مردم، حلقات، مجموعه‌های مختلف فکری، فرهنگی، علمی، سیاسی، احزاب، همه اقشار را باید ما داشته باشیم. تا زمانی که ما این دیدگاه را نداشته باشیم، با طرف نمیتونیم که از یک موضع قوی واحد گفتگو کنیم. لذا ما تلاش کردیم پس از کار داخلی شریک کردنی در این قضایا با مجمع را. ما با همه محورهای کلان ملی و سیاسی صحبت داشتیم در مرکز. ما امروز شورای عالی صلح که الان در خدمت شماست، به علاوه آنچه که قبلا گفتم یک شورای عالی صلح فعال، مبتکر، هماهنگ، ولی همکار با همه محورها و با پشتوانه همه حلقات سیاسی و اجتماعی و مردمی افغانستان در خدمت شماست و آماده هستیم. شورای عالی صلح به یک ظرفیت رسیده که این توانمندی را داره که این مسئولیت در برابر ملت افغانستان، رهبری افغانستان و مردم افغانستان به صورت احسن پیش ببره. ما تا این لحظه را این کارهای داخلی ما بوده، ولی کار اصلی ما عرض کردیم که مسئله ختم جنگ و برقراری صلح است. ما این بستر را
هم شریک کردیم مردم خود با همه دستجات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و قومیشان شریک است امروز با حامی شورای اهل سال و پر حامی سال و هم این بستر به ظرفیت رساندیم که کار خود آغاز کنیم. اما آمدیم در رابطه با این مسائل که از این به بعد ما ای آمادگی را داریم، خوشبینم هستیم که در جهت اهداف اصلی خود گام برداریم. زمینه‌های برداشتن این گام فراهم شد. رئیس شورای عالی صلح در بخش دیگر از صحبت‌هایش از سفرش به جمهوری اندونزیا که 10 روز پیش انجام یافته بود یادآوری نموده و دستاوردهای این سفر را برای افغانستان در زمینه صلح مهم و ارزشمند توصیف کرد. با گفته استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، کشور اندونزیا از صلح افغانستان اعلام حمایت قوی و همه‌جانبه نموده و رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور آن کشور گفتند که آماده هر نوع همکاری با افغانستان برای به موفقیت رسیدن پروسه صلح در این کشور می باشند. رئیس شورای عالی صلح گفت که حمایت اندونزیا از روند صلح مهم است، زیرا اندونزیا بزرگترین کشور اسلامی و سومین دموکراسی جهان است که روابط خوب با کشورهای اسلامی و کشورهای غربی دارد. اندونزیا اطمینان داده است که پروسه صلح افغانستان را در زمینه به وجود آوردن اجماع کشورهای منطقه و اجماع بین المللی و نیز برگزار شدن کنفرانس علمای جهان اسلام برای تحریم جنگ کمک خواهد کرد. به گفته رئیس شورای عالی صلح، نهضت العلماء، انجمن محمدیه و مجلس العلماء، 3 نهاد روحانی و اسلامی اندونزیا که در مجموع آنها حدود 125 میلیون عضو دارند، از پروسه صلح افغانستان قویاً حمایت کردند. رئیس شورای عالی صلح ضمن این که از اعلام حمایت رهبری اندونزیا و علمای آن کشور از پروسه صلح اظهار سپاس و امتنان نمود، دستاورد سفر هیئت شورای عالی صلح و اندونزیا را یک موفقیت بزرگ برای افغانستان در زمینه صلح دانست. تمام معنا آمادگی خود هم دولت اندونزیا هم علمای اندونزیا در جهت ختم جنگ برقرار است. این معنایش به این معناست. اندونزیا در کنار کشورهایی که امروز تلاش میکنه در رابطه با پروسه صلح و هماهنگ با آماده هست هر نوع همکاری را در این پیشبرد پروسه صلح انجام بده. اندونزیا آمادگی دارند در جهت ایجاد اجماع منطقوی در سطح منطقه که به عنوان یک کشور مؤثر و بسیار تاثیرگذار حساب میشه در کنار باقی کشورهایی که در جهت تحقق اجماع منطقوی تلاش میکنه هماهنگ با او اجماع منطقوی را ایجاد کنند. اندونزیا نقش خود در جهت حمایت یک اجماع بین المللی و ایجاد اجماع بین المللی هم در محدوده‌ای که داره در کنار باقی کشورهایی که در این رابطه علاقمندند نقش خود ایفا کنه. رئیس شورای عالی صلح همچنان به برخی از برنامه‌های آینده این شورا از آن جمله برگزاری کنفرانس سراسری علمای افغانستان اشاره نموده و نیز یادآور شد که قرار است اجلاس پروسه کابل هم برگزار گردد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در کل از روند صلح اظهار خوشبینی نموده و گفت امیدوار است با توجه به فضای مساعدی که در سطح ملی و بین المللی به وجود آمده این روند به موفقیت برسد. وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران به چگونگی دیدگاه و رویکرد این شورا نسبت به طالبان و داعش گفت طالبان و داعش 2 گروه جداگانه هستند که در جاهای زیادی با هم جنگ داشتند. شورای عالی صلح با طالبان را دنبال می کند، اما داعش دشمن پیروان تمام مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی است. طالب داعش نیست، بلکه داعش هم دشمن طالب است، هم دشمن حنفی است، هم دشمن جعفری است، هم دشمن دیگر اقوام. امروز واقعیت همین نشان میده.
جنگی که در ننگرهار بین طالبان و داعش از جوی خون جاری است، جنگی که بین داعش و طالبان در فاریاب و جوزجان است جوی خون جاری است، جنگی قبلا در زابل بین داعش و طالبان جریان داشت که تعداد از گروگانهای مردم مزاره شمارا طالبان با جنگ از داعش نجات داد یا واقعیت هست. ما واقعیت ها را باید ببینیم، نه یک سری دعای دیگیره. داعش ما طرف ما تحریک طالبان است در پروسه صلح هم، نه داعش. و اگر بنا شود که داعش و طالب یکسان فکر کنیم، من معتقدم که ما خیلی به یک بیراه میریم. و از این جهت ای باوریم است و از خواستارم هستم که از این آدرس که مسئولین و خصوص مسئولین امنیتی اظهاراتی را نکنند که پروسه صلح آسیب ببینند. طرف پروسه صلح ما تحریک طالبان است. اگر او را به این صورت بیاریم قاطی کنیم با داعش، طبعا که خیلی موانع ایجاد میشه. از این جهت من متفاوت قائل هستم در بین زیده تا. در بخش دیگر این نشست دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در زمینه تکنیکی و فنی پروسه صلح بر رسانه ها معلومات داد و گفت که شورای عالی صلح برای مذاکره با طالبان هیچ پیش شرطی ندارد و دولت افغانستان آماده است محلی را در کابل در اختیار این گروه قرار دهد تا از آن به حیث دفتر استفاده نمایند. من کافی کار کرده او اطمینان لرو چې د سولې لپاره شرایط تر ډېره حده پورې آماده سوي دي. من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري، هیله کوو لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولر، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت غوښتنه وي په دې کې برخه واخلي. د دې تر څنګ دوی چې په هر بل هیواد کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري، تقاضا ولري، د دفتر او نور سهولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح همچنان از برخی برنامه‌های آینده این شورا خبر داده و اظهار داشت که قرار است به زودی نشست سراسری علمای افغانستان، کنفرانس مشترک رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی و متنفذان اجتماعی، اجلاس مجامع مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان در حمایت از روند صلح برگزار گردد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح از ضرورت اجماع تمام طرف‌ها و نیروهای سیاسی افغانستان نسبت به صلح یادآوری نموده و اظهار داشت که همکنون این اجماع و همصدایی به وجود آمده و همه با یک صدا از پروسه صلح حمایت می‌نمایند. در این نشست مطبوعاتی پرسش‌های زیادی از سوی خبرنگاران مطرح شد که از سوی رئیس شورای عالی صلح و رئیس دارالانشای این شورا به آن پاسخ داده شد. جمعی از خبرنگاران پاکستان روز چهارشنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح دیدار نمودند. این خبرنگاران که با هماهنگی یک نهاد آلمانی به افغانستان آمدند، هدف دیدارشان از افغانستان را مطالعه مشکلات و چالش‌های دو کشور افغانستان و پاکستان عنوان نمودند. با گفته آنان به ابتکار نهاد آلمانی یاد شده، در هر سال هیئت‌هایی از خبرنگاران افغانستان و پاکستان میان دو کشور تبادل می‌شود تا از وضعیت دو کشور بیشتر آگاهی یافته و برای حل مشکلات و چالش‌های موجود تلاش‌هایی را انجام دهند. در دیدار این گروه از خبرنگاران پاکستان با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، برخی از مهمترین مسائل صلح و ضرورت همکاری پاکستان با این پروسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. رئیس شورای عالی صلح نقش رسانه ها را در تقویت دوستی و ایجاد روابط همکاری میان دو کشور افغانستان و پاکستان و نیز نزدیک شدن هرچه بیشتر دو ملت با همدیگر برجسته و تعیین کننده توصیف کرد.
وی از خبرنگاران پاکستان خواست که برای تقویت دوستی میان دو کشور و با وجود آمدن فضای همکاری در مسائل مختلف از آن جمله برقراری امنیت و صلح در منطقه و به موفقیت رسیدن پروسه صلح افغانستان همکاری نمایند. رئیس شورای عالی صلح اظهار آرزومندی نمود که اگر رسانه‌های دو کشور افغانستان و پاکستان روی همزیستی مسالمت‌آمیز و برقراری صلح و آرامی به صورت حساب شده و هدفمند تمرکز نمایند، مطمئناً فضای بهتری به وجود خواهد آمد. همچنین در این دیدار خبرنگاران پاکستان سؤالهایی را در پیوند به چگونگی صلح افغانستان مطرح نمودند که از سوی رئیس شورای عالی صلح به آنها پاسخ داده شد. رئیس شورای عالی صلح در جریان صحبت‌هایش به رویکردهای این شورا در امر پیشبرد روند صلح اشاره نموده و بر استقلال و بی‌طرفی آن در تمام مراحل تأکید کرد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح اظهار داشت که این شورا خواهان صلح عزتمندانه است، صلحی که خیر هر دو طرف در آن برآورده شود. رئیس شورای عالی صلح با اشاره به چگونگی رویکرد این شورا نسبت به گروه طالبان گفت در پیشبرد پروسه صلح با طالبان به حیث یک سازمان برخورد صورت می‌گیرد. وی در ادامه به ضرورت همکاری کشورهای منطقه از آن جمله پاکستان اشاره نموده گفت پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها پیش برده می شود، اما این پروسه به حمایت و همکاری کشورهای جهان و منطقه به ویژه پاکستان نیازمند است. رئیس شورای عالی صلح اظهار امیدواری کرد که رسانه‌های دو کشور پاکستان و افغانستان کمک کنند تا این اجماع منطقه‌ای به وجود آید و دولت پاکستان با پروسه صلح همکاری جدی نماید. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از اینکه فضای فعلی فضای جنگی و نظامی است اظهار تأسف نموده و از رسانه‌های دو کشور خواست که در زمینه تغییر این فضا کمک نمایند. رئیس شورای عالی صلح در پاسخ به این پرسش که از دولت پاکستان در پیوند به پروسه صلح چه توقع و انتظاری وجود دارد گفت پاکستان به عنوان همسایه افغانستان میتواند از روند صلح حمایت نموده و طالبان را تشویق کند که به صلح بپیوندند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که طرح ثبت نام برقی رای دهندگان از طرف حکومت تایید نشده و حالا لیست رای دهندگان با استفاده از تذکره های ورقی ترتیب خواهد شد. مسئولان کمیسیون انتخابات امروز در یک نشست خبری گفتند که بر اساس این طرح تمامی افراد واجد شرایط رای‌دهی با استفاده از تذکره های ورقی ثبت نام خواهند شد. هرچند کمیسیون انتخابات از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال آینده اطمینان می‌دهد، اما نهادهای ناظر بر انتخابات هشدار می‌دهند که ممکن انتخابات در وقت معین آن برگزار نشود. ناکام شدن طرح ثبت نام برقی رای دهندگان. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید طرح ثبت نام برقی رای دهندگان بعد دلایلی که از توان این کمیسیون بالاست ناکام شده است و آنان طرح دیگری را برای تهیه لیست رای دهندگان آماده کرده اند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات امروز در سومین نشست ملی انتخابات گفتند بر اساس طرح جدید لیست رای دهندگان با استفاده از تذکره های ورقی آماده خواهد شد، نه شیوه برقی. کمیسیون د شفافیت او عادلانه ټاکنو په خاطر باندې خپل طرح مخکې هم د دولت سره شریکې کړې وې چې هغه په شفافه طریقه باندې د ټکنالوژي څخه په استفادې په بایومتریک سیستم باندې و، اما د بعضو مشکلاتو په خاطر باندې چې د بودیجې او نورو شیانو پورې تړاو درلود هغه طرح زمونږ بریالی نشو، متاسفانه. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس این طرح تمامی افراد واجد شرایط در مرکزهای رای‌دهی ثبت نام خواهند شد و آنان می توانند فقط در همان مرکز رای بدهند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید
آنان با اداره ثبت و احوال نفوس به توافق رسیدند که برای 10 میلیون تن در کشور تذکره‌های ورقی توزیع شود. به گفته آنان، روند توزیع تذکره‌های ورقی از 15 حمل سال آینده آغاز و حدود 2 ماه طول خواهد کشید. در اکثر شهرهای افغانستان مردم صاحب تذکره هستند، بنابراین مشکل نیست، ولی در اطراف و اکناف افغانستان اگر که مردم فاقد تذکره هستند، به ویژه زنان فاقد تذکره هستند، توزیع تذکره برای فرد واجد شرایط میتونه بسیار مفید باشه و این کمک میکنه به تهیه یک فهرست رای دهندگانی که پاک باشه و بر اساس از او آینده انتخابات افغانستان و شفافیت انتخابات افغانستان تضمین بشه. اما شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات در مورد این طرح چندان خوشبین نیستند. به گفته آنان، این طرح با مشکلات زیادی روبرو است و ممکن انتخابات ولسی جرگه در جوزای سال آینده برگزار نشود. هم کمیسیون او همه اروند اداره که چه تا پا دیر نجده همکاره که او پی او تعهد سره او پی قانونی مسئلت بزی سره کار بونه که زی باورمند نیم چه تاکر پی وقت سرسی خصوصا دی نملکن بحیر کمیسیون کسه هم و سر خپل اغمالیتی تر هوران دکلالا پاگه که وقت کم وقت پاهم کنیسا در زی پده باوری هم چه در پروسه زندگانو کیگی او بلاخره در تاکنه باید شاید پل وقت انتصار نسی که دیسی دره میاسه باد یا سلور میاسه باد در تاکن انتصار نسی. کمیسیون مستقل انتخابات نیز ناامنی و موجودیت تذکره های تقلبی را از آسیب پذیری های این طرح میگوید. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از پایان ارزیابی مرکزهای رایدهی نیز خبر می‌دهد. با گفته این کمیسیون، از مجموع 7180 مرکز رایدهی، آنان 5436 مرکز را ارزیابی کردند و 1744 مرکز دیگر به دلایل ناامنی ارزیابی نشدند. رئیس ولسی جرگه از مخالفان مسلح دولت خواست که دست از جنگ بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که به مناسبت گرامی داشت از میلاد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سخن میزد، حملات هراس افکنی را بر ضد آموزه‌های اسلامی دانست و از مخالفان مسلح دولت خواست که از اعمال ضد اسلامی دست بردارند و به پروسه صلح بپیوندند. اصری هم وی میگوید رهبران حکومت وحدت ملی باید اختلافات درون حکومتی را کنار گذاشته و برای بهبود وضعیت کشور بیشتر تلاش نمایند. از سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی، امروز با برگزاری مراسم در الحاق شورای ملی تجلیل شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این نشست از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که اختلافات درون حکومتی را کنار گذاشته و برای بهبود وضعیت سیاسی کشور بیش از پیش تلاش نمایند. همه مسئولین و حکام کشور تقاضا می کنم که در تنش زدایی و حل چالش های پیش آمده در پرتو اسلام آستین بالا کنند و برای آرامش و ثبات زندگی مردم خود با تطبیق شریعت اسلامی و قوانین نافذه کشور قدم های استوار و متین بردارند. رئیس ولسی جرگه از مخالفان مسلح دولت نیز خواست که دست از اعمال ضد اسلامی و دینی بردارند و به پروسه صلح یکجا شوند. شمار دیگر از اعضای شورای ملی نیز حملات هراس افکنی در مساجد و اماکن مقدس از سوی مخالفان مسلح را نکوهش کردند و گفتند که این گونه حملات در دین اسلام هیچ جایی ندارد. از آن عده مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان که از شعار اسلام و شریعت در عملکردهایشان استفاده می کنند، می خواهم بگویم که شعار اسلام برادرکشی و تخریب کشور، زجر و شکنجه برادران مسلمان و برهم زدن زندگی آسوده آنها نیست. لطفاً از اعمال ضد اسلامی و غیر اسلامیشان دست بکشند و با قرار گرفتن در کنار برادران مسلمان هموطنشان زندگی صلح‌آمیز و باهمی را آغاز نمایند. په عبادت خانو کیم انتیاری عملی کی، په تعلیمی مراکزو کیم انتیاری عملی کی، او په سرکونو باندې په غونډو کې دا څه حل شروع ده او دا د دین په نوم باندې هیڅ کله
دغه وحشت باید دین ته منسوب نشي. برخی از اعضای شورای ملی در این نشست همچنان از جوانان خواستند که سیرت حضرت محمد مصطفی را الگوی خود قرار دهند. عدالت اعدله اقرب للتقوا، اجتماعی عدالت او فردی عدالت، نه تنها په محاکمو کې، زمونږ په زړونو کې، زمونږ په مساجدو کې، زمونږ په قصباتو او قراو کې، زمونږ په لارو کې، دا باید مراعات کو. اعضای این مجلس همچنان به جوانان توصیه کردند که تمدن و فرهنگ اسلامی را بیشتر مطالعه کرده و آن را در زندگیشان عملی سازند. این همچند خبر خارجی. مقام های ارشد دولت ایالات متحده بر رسانه های آن کشور گفتند دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر به طور رسمی اعلام خواهد کرد که ایالات متحده بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و مقدمات انتقال سفارتخانه خود به این شهر را آغاز می کند. آقای ترامپ اعلام خواهد کرد که سفارتخانه این کشور از تل آویو به بیت المقدس انتقال پیدا خواهد کرد، روندی که عملی شدن آن به طور کامل ممکن است 3 تا 4 سال زمان ببرد. بر پایه مصوبه کنگره آمریکا در سال 1995 ایالات متحده باید در نهایت سفارتخانه خود در اسرائیل را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کند. با این همه تا پیش از زمامداری ترامپ تمامی رئیسان جمهور آمریکا هر 6 ماه یک بار فرمانی را امضا کردند که در عمل اجرای این مصوبه را به تأخیر می اندازد. با دنبال کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن و تشدید درگیری در این کشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته از تمامی طرفهای درگیر در جنگ یمن درخواست کرد تا ضمن کمک به کاهش تنش در این کشور جنگ زده به مذاکرات بازگردند. سفیر ژاپن در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت به دنبال نشست اعضای این شورا در پشت درهای بسته از همه جناح‌های یمنی خواست تا بدون هیچ پیش شرطی برای رسیدن به آتش بسی پایدار در این کشور در فرایند سیاسی زیر نظر سازمان ملل مشارکت کنند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت میگوید همه 15 عضو این شورا از شدت گرفتن خشونت‌ها و همچنین وخامت شرایط مردم در یمن عمیقاً نگران هستند. به گفته ای وی یمن در آستانه قحطی فاجعه باری قرار دارد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت همچنان گفت اعضای این شورا حملات موشکی به عربستان سعودی را محکوم کردند. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود داشته های خبری این ساعت که تقدیمتان شد. تشکر که ما را همراهی کردید. خدا یار و نگهدارتان.